خواهش میکن چشما تو باکن علی. سلمه خانم، جمیله دخترم چی شد؟ مامان بزرگ منتظرشون نذار، بگو بیان تو. حواس برام نمانده که بفرمایین تو. نمیخواد درارین در نیارین. عثمان در نیارین. عزیزم تو برو پیش مصطفی. زود باش عزیزم، حرف گوش کن. به کلانتری خبر دادیم؟ بله خبر دادیم. آیلین تا با من تماس گرفت رفتیم خونه علی آقا، بعدش سلما خانم رو برداشتیم و از اونجا رفتیم کلانتری. همه چی رو به پلیس گفتم که جمیله رو کنان دزدیده، که تهدیدم کرده. همه چی رو گفتم. ما هم الان میریم بیرون، جایی که ممکنه کنان جمیله خانم رو اونجا برده باشه رو نگاه میکنیم، دنبالش میگردیم. الو پسرم، مت منم. آخ مامان، آخه تو کجایی؟ من خوبم. تو بیمارستانم. بیمارستان؟ چی شده؟ چیزی نیست پسرم، من خوبم، ولی بابات. بابام چه شده؟ وقتی داشت من از دست آدمایی که کنان نجات میداد تیر خورده؟ مامان، تو کدوم بیمارستان؟ تو بیمارستان دولتی فاتح هست. بابام زنده است؟ نمیدونم. به من چیزی نمیگن. هیچ کس به من چیزی نمیگه. باشه مامان، ما الان میایم اونجا. علی من زنده است. مامان بابامو برده بیمارستان، دارن عملش میکنن. تو نگران نباش، باشه؟ ما الان میریم پیششون. آروم باش عزیزم، باشه؟ علی کجا، بیا بشین. نمیشه، منم میام. آلی ما هممون داریم میریم، لازم نیست. نه منم میام. آیلی تو حامله، بشین خونه، نمیخواد بیای. مامان بزرگ من خوبم، میخوام بیام. بچه ها پیش کی میمونن؟ من پیششون هستم. شما میتونین برید. تو رو خدا زود باشین، برید.
اومدم. کنان شتین شما این؟ منم. باید همراه ما بیان کلانتری. واسه چی؟ ازتون شکایت شده. چه شکایتی؟ شکایت شده که زنی به اسم جمیله کارجیو دزدیدین. کی ازم شکایت کرده؟ سلما چتین. باشه باشه میام، ولی باید بگم سلما چتین زن منه. اون یکم عقلش سر جاش نیست، من ازش نامه دارم، دیوونه است. فردا قرار بود بریم دادگاه، اون از خودش این حرف رو در میاره. اما جمیله خانم هم شما رو مقصر میدونه. جمیله کارجی پیدا شد؟ شما از کجا میدونستین گم شده؟ من نمیدونم، شما چند لحظه پیش گفتین که دزدیدنش. ما که نگفتیم دزدیدن، گفتیم ادعا میکنن که دزدیدنش. به هر حال من اینو از شما شنیدم. در نتیجه سلما چتین و جمیله کارجی ازتون شکایت کردن و در مورد زخمی شدن علیا کارسو شما رو مقصر میدونن. علیا کارسو؟ به من چه ربطی داره؟ وقتی رفته جمیله کارجی نجات بده تو درگیری زخمی شده و کسی که زخمش کرده یکی از آدمای شما بوده. لطفاً با ما بیاین همین حالا. باشه، لباس میپوشم میام. منتظریم. لعنت به همشون، لعنت به همشون. علی جمیله رو پیدا کرده. لعنت به همشون، هیچ کاری بلد نیستن. آدمای احمق، همه چی خراب کردن. لعنت به همشون. باید یه کاری بکنم. لعنت به همشون. مامان حالت خوبه عزیزم؟ مامان حالت خوبه؟ خیلی نگرانت شدیم. شما حالتون خوبه؟ ما خوبیم مامان، چی شده؟ علی خوبه. قربون چشات برم، بگو خوبه. علی خوبه مامان، نگران نباش. خدای شاگرت، وقتی اینجا اومدیم بیهوش بود، من خیلی ترسیده بودم، ولی گلوله فقط یه خراش کوچیک داده. دستشون درد نکنه، آقا تاروک و گلای خانومم خیلی کمک کردن. الان منتظرم به هوش بیاد. خوبه، بیا بیا بشین ماما. آیلین تو هم بشین، بشین. جمیله خانم خدا بد نداره. خیلی ممنون، ممنونم. شما همتون اینجاییم، پس بچه ها پیش کی مونه؟ نگران نباش مامان، خاله سلما پیششونه. قبلنم بهتون گفتم زن من بیماره، بعضی وقتا هزیون میگه و خیال بافی میکنه. به خاطر دشمنی من و جمیله دچار توهم شده، داره بهم تهمت میزنه. نه، من یه مرد موفقم و جایگاهی تو اجتماع دارم، هیچ وقتم کار غیر قانونی نکردم. اونا دارن منو خراب میکنن. شما از جمیله کارجی بازجویی کردین، درسته؟ اگه تو بازجوییش درست گفته باشه، حتما بهتون گفته کجا برده بودنش. اونجا رو بازرسی کردین؟ رفتیم. خب چی پیدا کردین؟ چیزی پیدا نکردین، درسته؟ من که بهتون گفته بودم سلما چتین با توهماش و جمیله کارجی با تهمتاش میخوان منو محکوم کنن. من دیگه میتونم برم؟ اینجا رو امضا کنین. میتونین برین. ممنون، خسته نباشین. چه
چی شده؟ پس زنی مثل جمیله نتونستیم بر بیاییم؟ خب آخه کاپیتان علی هم خیلی زرنگی کرد. چی داری میگی؟ اون یه ناشیه. ما هرچی میخواییم به پول برسیم نمیشه، همش کار خراب میشه. همیشه کسی که دنبال پوله یکم جسارتش کمه. طرفدار کی هستی؟ طرفدار تو هم رئیس. عصبانی نشو، این دفعه که به خیر گذشت. آدمای ما قبل از اینکه پلیس بیاد همه آثار جرمو پاک کردن. پلیس نتونست چیزی پیدا کنه. اگرم چیزی پیدا کنه پای ما گیر نیست. دادگاه من سلمان فرداست. خدا لعنتتون کنه. علی حالش چطوره؟ علی حالش خوبه. نگران نباشین، وضعش خوبه. زخمش خیلی عمیق نیست، زیاد اینجا نمیمونه. خدا رو شکر. دستتون درد نکنه. میتونم پسرمو ببینم. باید استراحت کنه. از نگرانی مردم. کاش یه لحظه میدیدمش. باشه ببینید. فقط زیاد پیشش نمونین خب؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. میای بریم؟ بریم. جمیله، 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 علی. جمیله اینجاست، اینجاست، اینجا ملی، اینجاست. حالت خوبه؟ خوبم، خوبم. تو چی؟ خدا رو شکر به خیر گذشت. خدا رو شکر بابا. خدا رو شکر بابا جان. ما دیگه بریم، بابام زیاد خسته نشه. درسته، دکترم همینو میگفت. شما برین، من میمونم. علیو تنها نمیذارم. مامان تو نمون، فشار خون داره، یه موقع فشارت میره بالا، برات خوب نیست. من یکم اینجا باشم حالم بهتر میشه. مصطفی کجاست؟ اگه تو نباشی کی از مصطفی نگهداری کنه؟ برو مامان. اما مامان اگه بخوای من میمونم. نه پسرم، شما برین، خودم میمونم. خدا ازت راضی باشه جمیله. بعدم میبینمت بابا. خدافظ بابا. باشه بابا، میشه لسوتر خوب شی. سلام علی آقا، باید از شما هم بازجویی کنیم، میتونین؟ اسم فامیلتون؟ آه.
مصطفی رو برمیدارم و زود میرم. مامان بزرگ دیر شده، الان مصطفی خوابیده، امشب بمونین فردا برین. راست میگی راست میگی، باشه بچه رو اذیتش نکنیم این وقتشم. تو حالت خوبه؟ خیلی هیجان زده شدی؟ نگران من نباش، من خوبم. در ضمن به خاطر اینکه با ما اومدی ممنونم. چیزی برای تشکر کردن نیست، ما دیگه یه خانواده ایم. آره دیگه یه خانواده ایم. آیلین. بله. بهت گفته بودم این برا دارم زمین میخرم. آره یکی از نقشه هات بود که برای دیدن من کشیده بودی. نه من واقعا در موردش فکر میکردم، هنوزم دارم فکر میکنم. در مورد چی؟ واقعا میخوای اینجاها زمین بخری؟ آره چرا که نه؟ سونهر تو چی داری میگی؟ من میگم که اینجاها نزدیک خونه مادرت، میتونیم یه زمین بخریم و تو اون زمین خونه‌ای که دوست داریم و بسازیم، هر جوری که می‌خوایم با سلیقه خودمون. نظرت چیه؟ تو چی میگی؟ جدی میگی؟ آره می‌خوای؟ میخوام میخوام خیلی هم میخوام. ولی تو میتونی تو این محله زندگی کنی؟ آره چرا نتونم، مثل شما دیگه. اگه مثل خانواده تو گرم و صمیمی باشیم، تو من بچه هامون، اگه قرار خوشبخت باشیم چرا که نخوام، کی میتونه نخواد؟ راستش ما با سلیمان یه زمین پیدا کردیم. کجا؟ خیلی نزدیکه، اگه بخوای فردا با هم میریم میبینیم، اگه پسندیدی میخریم. باشه باشه بریم ببینیم. بریم. من خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. یه لحظه هم دیگه نمیخوام بی تو بمونم. منم. شب بخیر. شب بخیر. فردا میبینمت. میبینمت. ممنون. خیلی ممنون جمیله. جمیله شکایتی که به پلیس دادیم به هیچ دردی نمیخوره. پلیس هیچ دلیلی تو دستش نداره. اون کنان بیشرف بازم دستگیر نمیشه. تا آخر که نمیتونه فرار کنه. بالاخره تقاضا کارشو پس میده. خیلی ممنون که منو نجات دادی. مهم نیست جمیله، کاری بود که باید انجام میدادم. تو چجوری فهمیدی من اونجا؟ کی بهت گفت؟ کارولین. جایی که تو رو نگه داشته بودن کارولین بهم گفت. کارولین بهت گفت؟ برای نجات دادن من کارولین بهت کمک کرد؟ آره. آه.
کارولین چرا باید همچین کاری بکنه؟ خیلی عجیبه. کارولین به خاطر من اصلا همچین کاری نمی کنه. حتما به نفعش بوده. برای اینکه جای منو بهت بگه ازت چی خواست؟ مصطفی رو برای گفتن جای تو مصطفی رو ازم خواست. مصطفی رو تو هم قبول کردی؟ وکیلش برای اون یه برگه آماده کرده بود، اول اونو داد امضا کردم، بعد گفت. تو برای نجات دادن من مصطفی رو به اون دادی؟ جایی برای ناراحت شدن نیست. یه زمانی منم عثمان رو ازت گرفته بودم، خیلی ناراحتت کرده بودم. دنیا جای مکافات جمیل. زندگی من پر از خطا بوده، دیگه جایی برای زندگی کردن نمونده. من دیگه هیچ امیدی ندارم، اونم بعد از اینکه تو را از دست دادن. علی بازم شروع نکن، خواهش میکنم. از من برای مصطفی هیچ خیری نمیرسه، ولی تو به من قول دادی که از مصطفی نگهداری کنی. علی چرا اینجوری میگی؟ ببینم شب کم مونده بود که بمیرم. وقتی فکر میکردم دارم میمیرم ازت خواستم که منو ببخشی. ولی باز تو منو نبخشیدی. فعلا که نمردی، زنده ای. آره زنده. تو بس سر مرگم، ولی میدونم که تو منو نبخشیدی. اگه اسمشو میشه زنده بودن گذاشت. مصطفی و مام بزرگ و خاله سلما کجان؟ اونا صبح زود رفتن، خاله سلما هم رفت خونشون، مصطفی هم با مامان بزرگ رفتن خونه خودشون. زود باش، الان صبونتو بخور. پس مامانم چرا هنوز نیومده؟ میاد، تو صبونتو بخور. بابا یکم مریض شده عثمان جون، مامانم رفته پیش اون. تو صبونتو بخور، مدرسه دیر نشه. خب بابام الان حالش خوبه؟ حالش خوبه، نگران نباش. آیلین، برای زهرا سوپ سبزیجات درست کردم، بهش بده بخوره. یکم هم آب میوه یا فرنی درست کن، میدونی که دوست داره. باشه آبجی، نگران نباش، بده. قربونش برم، مامان داره میره. قربون دخترم. مینا هم تا 10 دقیقه دیگه میاد. باشه، پنیر بهش بده. بهش بده، ولی خیلی کم. بیا عزیزم. خوش اومدی هاکا. ببینم چی شده، بلایی که سرتون نیومده. شش، عثمان نمیدونه. تو از کجا شنیدی؟ معذرت میخوام، من تو راه سلمی خانم و مامان بزرگتو دیدم، اونا بهم گفتن. کاش بهم خبر میدادی، اگه کاریم از دستم بر نمیومد باز کنارتون بودم. خیلی ممنون هاکان. من دیگه جزی از خانوادتو نیستم؟ نه باور کن، منظورم این نیست. خوش اومدی داداش هاکان. میتونم بیام زهرا رو ببینم؟ البته بیا تو. خیلی ممنون، نوش جونتون. دختر عزیزم صابونه خوردی؟ گشنت نیست؟ صابونه من اینجاست عزیز من، دلم براش تنگ شده جان. جون بابا دلش برات دیگه ذره شده بود. عزیز دل من، عزیزم عزیزم، کجا رو نگاه میکنی؟ مامان. مامان میگی؟ عزیزم ببین چقدر دختر من بزرگ شده. ماشالله ماشالله عزیزم. ای جونم ای جونم. خو 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 خو. عزیز بابایی عزیزم. Thank you.
داری چی کار میکنی؟ چرا بلند شدی؟ هوا خیلی سرده جمیله، یخ زدی. اینجوری یکم گرم میشی. من سردم نیست، بخواب. ای خدای من، تو لباس تنت نیست، چیزیم نمیشه، تو هم سردته. به چی میخندی؟ اگه میدونستم به من قد اهمیت میدی، هر روز با دستای خودم زخمی میکرد. انگار به خاطر زخم تب کردی زده به سرت. درسته، زده به سرم، ولی از زخم گلوله نیست، از زخم قلبه. فقط شاعریت کم بود. هر راست میگی، آخرشم شاعر شدم. بفرمایی. جمیله. سلما، خیلی ترسیده بودم، خدا شکر سالمی عزیزم. سلام. سلام آقا ندیم، خوش اومدیم. خدا رو شکر به خیر گذشت. ممنون سلما خانم، تشکر میکنم. بد نبینی علی آقا، به خیر گذشت جمیله خانم. خیلی ممنون آقا ندیم، ممنون. دیشب پلیس از کنان چتین بازجویی کرده و آزادش کرده. امروز سلما خانم وقت دادگاه دارم، ما هم چند لحظه دیگه میریم. منم میخواستم پیشت باشم. اگه میخواییم با هم میریم. اما من نمیتونم علی رو اینجوری تنها بذارم برم. شما بهتر خودتون باشه. جمیله، منم میام با هم بریم، میتونم بلند شم. دیوونه نشو، تو بخواب. چیزی نمیشه، مگه نشدی دکتر چی گفت؟ یه خراش کوچیکه. علی تو زخمی هستی. چیزیم نمیشه. میگم بخواب، نباید بلند شی. ای بابا، نباید بلند شی. باشه باشه، ولی شما برین، من اینجا. پس کی پیشت بمونه؟ میتر و صدا کنون بیاد. خیلی خوب، باشه بریم. امیدوارم زودتر خوب شید. ممنون سلما خانم، روز بخیر. خداحافظ. باشه مامان. این دختر زشت رو میگی بقیه منم؟ باشه. اینو میگی؟ دختر من زشت نیست، دختر من خوشگله. باشه، مواظب خودت باش، میبینمت. دخترا عزیزم، مامان با خاله سلما میره دادگاه، منم میرم بیمارستان پیش بابا. بابام حالش چطوره؟ خوبه؟ خوبه، آره. به مامان بزرگم خبر بدی. مامان به اونم خبر داده. داداش مته منم میرسونی مدرسه. این چه فرمایشیه جناب عثمان خان؟ البته که میرسونه. آقا منم باید برم. باشه، منم میرم سر کار. بیا ببینم. آی باشه، قربونت برم. شما رو میرسونم. تو میری سندیکا؟ آره عزیزی دلم. با مامان خدافزی کن. خدافزی کن. خدافز. خدافز. سلام. سلام. خوش اومدی. دیگه هیچ وقت نرو. هیچ وقت. دیگه هیچ وقت منو ترک نکن. من هرگز تو رو ترک نکردم. تو همیشه اینجا بودی تو قلبم. و تا زمانی که قلبم بتپه تو همینجا میمونی. معذرت میخوام، چیزی نشده بخوای عذرخواهی کنی. سلام. سلام آیتا، خوشحالم که کارتو ترک نکردی. ببین، پلینم برگشت و کارشو شروع کرد.
مثل گذشته دوباره با هم کار میکنیم. ولی من هنوز تصمیم نگرفتم. ولی وقتی تو نیستی من چجوری این همه کار رو انجام بدم آیتن؟ نمیدونم. تو میتونی. چی میشه دوباره مثل گذشته ها باشیم؟ تو بهترین دوستمی. تشکر میکنم. خیلی ممنون. خانم پرستار، مریضی که اینجا خوابیده بود بابام علی آکارسو کجاست؟ علی آقا رو میگیم؟ اون رفت. رفت؟ یعنی چی رفت؟ اون زخمی بود؟ والا نتونستیم جلوشو بگیریم. مثل اینکه دادگاه داشت مجبور شد بره. باباتون خیلی لجبازه. هرچی بهش گفتیم گوش نکرد. آره اون یکم لجبازه. به هر حال تشکر میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اسمتون؟ سلما. فامیلیتون؟ چتین. همسر کنان چتین هستین؟ بله. کنان چتین الان اینجاست؟ بله. نشون بده. آقا کنان ادعا میکنن که شما عقلتون سر جاش نیست خانم. این درست نیست. من حالم خیلی خوبه. این برگه بیمارستان که آقا کنان به دست ما رسونده ثابت میکنه که شما بیمار هستین. قبول میکنید؟ من از اون برگه خبر دارم. تأثیر داروهایی که بدون اینکه من بخوام به من خورونده، اون باعث شد اینطوری شم. آقای قاضی اگه اجازه بدین، گواهی که ثابت میکنه سلما خانم عقلش سر جاشه و از دو بیمارستان جداگانه تاییدشون کردم و میخوام خدمت دادگاه ارائه کنم. بیارین ببینم. شنیدین آقای وکیل چی گفت؟ توی این دوتا برگه‌ای که در دست منه نوشته شده که سلما خانم سالم هستن. چی دارین بگین؟ حرفی دارین؟ جناب قاضی من فکر میکنم هر دوشون تقلبیه. هر دوتاشون؟ بله. نتیجه نهایی دادگاه. دخترم بنویس. با ادعایی که شده و به دلیل نبودن کافی دلایل و اعمال مشکوکی که انجام شده در مورد شخص شکایت شده و آوردن دلایل منطقی تر وصایات و ادعای کنان چتین را رد کرده و دارایی سلما چتین که در تصرف بوده لغو شده و همه اموال به ایشان برگردانده می شود. خیلی ممنونم. جمیله پیروز شدی سلما عزیزم. ما پیروز شدیم. ما برنده شدیم جمیله. برنده شدیم. برنده شدیم. باورم نمیشه. چشمت روشن. خیلی ممنونم. تبریک میگم. تشکر میکنم. برنده شدیم جمیله. خیلی خوشحالم. مرسی. هیچ کاری از دستت بر نمیاد آقای وکیل. کنان وایسا، خبری بعد امروز تموم نشده. آقا ندیم بهش بدید. یه اخطارنامه از دفترخانه رسمی. سلما خانم میخوام وکالتشون رو در مورد سهام شرکت کارجی که به نام اون اداره میکردین لغو کنن. کنان دیگه بی پول موندی. ولی اینا بهترین روزاته. دیگه نمیتونی از در شرکت کارجی بیای تو.
همین روزا جمیلم تو دادگاه برنده میشه. شرکت کارجی برمیگرده به صاحبان واقعیش. بعدش هم نوبت من میرسه. آقا کن. وقتی که نوبت من رسید بهت نشون میدم جهنم چه جور جاییه. حالا میبینی. تو با این حالت اینجا چی کار میکنی؟ نگران شدم جمیله. لازم نکرده. خوب شد یه حرف خوبم زدی. ای بابا خیلی خوب بریم. امروز باختن، اونا پیروز شدن، ولی نمیتونن من شکست بدن. ایبا نمیتونن شکست بدن، نمیتونن. فکر میکنن از دستم راحت شدن، ولی خیلی اشتباه میکنن. مخواه آیلین ندو، حامله ای عزیزم ندو، یواش. چی کار کنم؟ خب تا رو میبینم نمیتونم تحمل کنم، میخوام بغلت کنم. بابا چطوره؟ خوبه؟ مته تماس گرفت، خوبه، حتی از بیمارستانم رفته. بابا هم مثل من تو بیمارستان حوصله‌اش سر میره. اون همه جا حوصله‌اش سر میره. خب حالا ما چی کار کنیم؟ الان میخواییم بریم جایی که تخت سلطنتمون اونجا بنا کنیم و اونجا رو فتح کنیم، باشه؟ ها، پس پیش به سوی اسبا. همینجاست. خیلی خوبه. پسندیدی؟ خیلی پسندیدم. اینجا مال ما دوتا میشه، سرزمین ما دوتا. ندو آیلین، یواش برو، مراقب باش، یواش برو. نه. ببین اینجا سالون، بعد اینجا هم آشپزخونه، اینجا هم اتاق کار تو میشه، ولی من اینجا رو دوست ندارم چون تو اینجا به من فکر نمی کنی. اینجا هم اتاق بچه. اتاقش؟ یه دونه کافی نیست. چرا؟ ما حداقل 5 تا بچه میخوایم. انگار قراره تو به دنیا بیاریشون. نمیدونم، من حداقل 5 تا میخوام. 5 تا بچه که خوشبختیمون رو لبریز کنه. حالا بذار من دخترمو به دنیا بیارم، بعد به بقیهش فکر میکنم. یعنی بچه‌مون دختره؟ مطمئنی؟ بچه‌مون دختره، حسش میکنم. پس اتاق خوابمون کجاست؟ اونجاست. اونجا؟ پس بریم اتاق خواب. باشه. خیلی بزرگ. آه.